که درک نمی کنم روزه رو، ولی من ترک نمی کنم روزه رو. حتی شده یک نفریم روزه خونی برپا میشه، برکت همین هیئت هاست گرهی اگه ما میشه. واسه حل شدن مشکلامون چیزی هست مگه از گریه بهتر؟ روزه روزه با بل هوایت، با بل هوایت. برای فاطمه صدا ما شناس، دلیلش هم فقط همین گریه ها. بابام بهم گفته از این خونه باد دست نکشم، از راه حرم اومدم یه وقت خامو پس نکشم. انگار که توی دنیا تمومه، درها بسته بروم غیر از این در. روزه روزه باب الهوائج، باب الهوائج. خوشی امروز من روزه های خونگیه، دونه دونه عشق چشام سرمایه زندگیه. دست خالیم و وقتی میبینم میشه گریه من چند برابر. روزه روزه باب الهوائج، باب الهوائج. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی نور قلوبنا بانوار محبت العلویه و جعلنا من المتمسکین به ولایت المرتضویه. الذي فرض الله مودته ومحبته على العربية والعجمية، والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية سيدنا وسندنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومدعي شؤونهم من الآن الى قیام یوم الدین. و کن اللهم لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعینا، حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا. از تو یک عمر شنیدیم و ندیدیم
تو را به وصالت نرسیدیم و ندیدیم تو را. یا صاحب از زمان روزی ما فقرا، شربت وصل تو نبود، زهر هجر تو چشیدیم و ندیدیم تو را. شاید ایام کهن سالی ما جلوه کنی در جوانی که دویدیم و ندیدیم تو را. سعی کردیم شبی خواب ببینیم تو را، سحر از خواب پریدیم و ندیدیم تو را. هدیه محضر وجود مقدس آقا صاحب العصر و الزمان و عرض تسلیت محضرشون به مناسبت ایام مصیبت مادرشون صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و شهادت عموجانشون آقا محسن ابن علی علیه السلام، عنایت کنید جهت تعجیل در فرج امام زمان صلوات ختم کنید. خداوند انشاءالله که توفیق عزاداری در این ایام به همه من و شما عنایت بکند و انشاءالله که جزء عزاداران وجود مقدس صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم. همونطوری که همه ما مستحضر هستیم، این ایام متعلق هست به وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها و مصیباتی که بر این بانوی با عظمت وارد شد و متعلق هست به فرزندشون آقا محسن ابن علی علیه السلام که در این ایام به شهادت میرسه. یکی از مسائل بسیار مهمی که باید بهش توجه بشه، خاصه جوانان شیعه به این موضوع باید خیلی بها بدن، این هست که این ایام از بعد از شهادت وجود مقدس رسول گرامی اسلام ایام عزاست. متاسفانه بعضا دیده میشه در این ایام حرمت این ایام رو نگه نمیدارن بعضا. باید بدونیم تو این ایام چه اتفاقاتی افتاده و این اتفاقات چه تأثیری داشت بر رویه بشر و بشریت، دنیا به چه سمتی حرکت می کرد، ائمه اطهار وجود مقدس رسول گرامی اسلام خداوند علی اعلا چه می خواستند، اما بشر چه کردند و دنیا رو به چه سمتی بردند. به این قضیه باید خیلی توجه بشه که وجود مقدس رسول گرامی اسلام اون چیزی رو که حضرتش میخواست تو این دنیا محقق نشد. بارهای بار وجود مقدس رسول گرامی اسلام وصایت و خلافت امیرالمؤمنین رو بیان کرد و معرفی کرد و تبیین کرد. از همون روزی که وجود مقدس رسول گرامی اسلام موظف شد اهل خودش رو، خیشاوندان خودش رو دعوت بکنه به اسلام، فرمود اولین کسی که از شما به من ایمان بیاره و ایمان خودش رو اعلام بکنه بعد از من برادر من، جانشین من، وصی من هست. هیچ کسی اعلام نکرد جز وجود مقدس امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. بارهای بار در طول این 23 سال نبوت وجود مقدس رسول گرامی اسلام حضرت بیان کرد مسئله وصایت و خلافت و امامت امیر مؤمنان رو، اما متاسفانه
جامعه و اون مردمی که در اون زمان زندگی میکردن گوش به حرف پیغمبر خدا ندادن. برای همین هست که گرفتار مشکلات شدن. چقدر وجود مقدس رسول گرامی اسلام این مطلب رو بیان کردن، فرمودن انا مدینة العلم و علی بابها، فمن اراد المدینة والحکم فلیأتها من بابها. یه قضیه بسیار قضیه مهمیه. تمام فرق مسلمین اعتقاد دارن که وجود مقدس رسول گرامی اسلام این مطلب رو بیان کرده. بزرگانشون در کتب خودشون نوشتن که وجود مقدس رسول گرامی اسلام فرمود من شهر علمم و در این شهر وجود مقدس امیرالمؤمنینه. هر کسی اراده میکنه که به حکمت برسه یا به علم برسه، فلیأتها من بابها، باید از در این شهر وارد بشه. اگر تقاضای علم داری، تقاضای حکمت داری، تقاضای این داری که تو دنیا و آخرت سربلند باشی جلوی وجود مقدس رسول گرامی اسلام، باید بیای در خانه امیر المؤمنین. یعنی هر کسی از در خانه امیر المؤمنین فاصله گرفت، از شهر علم پیغمبر فاصله گرفته. این قضیه خیلی قضیه مهمیه. چرا تو این ایام از بعد از شهادت وجود مقدس رسول گرامی اسلام از 28 ماه صفر ما شروع میکنیم به عزاداری برای وجود مقدس آقا محسن ابن علی؟ چرا عزادار باقی میمانیم تا روز 8 ماه ربیع الاول؟ این داستان ها رو باید ببینید چه اتفاقاتی افتاد در اون زمانی که وجود مقدس رسول گرامی اسلام از دنیا رفتن و بعد از شهادت پیغمبر چه اتفاقاتی افتاد و این اتفاقات چه ثمراتی داشت. اگر ثمره ای نداشته باشه این اتفاقات، خب بعد از مدتی فراموش میشه. اما چون ثمره داره این اتفاق، حمله در خانه فاطمه زهرا، کتک زدن وجود مقدس صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، چون ثمره داشت و باعث شد مردم از در خانه امیرالمؤمنین فاصله بگیرن، امیرالمؤمنینی که در شهر علم پیغمبر هست باعث شد مردم از در این خانه فاصله بگیرن، ثمره اون ایام باعث شد مردم به گمراهی برن، باعث شد مردم به قهقرای خودشون برگردن، به همون جاهلیتی که درشون بودن برگردن. این ثمرات باعث شد که قلب تمام مسلمین، قلب تمام شیعیان محزون بشه. جامعه ای رو که وجود مقدس رسول گرامی اسلام میخواست او جامعه رو تربیت بکنه، خواست اینها رو همه رو به سمت حق و حقیقت هدایتشون بکنه، اینها معرفتشون بالا بره، شناختشون نسبت به خدا و پیغمبر و امام بالا بره. اما اونها نخواستن. اونها خلاف اراده وجود مقدس رسول گرامی اسلام حرکت کردند و اختیار هم داشتن، میتونستن اونگونه که رسول گرامی اسلام اونها رو تربیت کرده اونگونه زندگی کنن، اما خلافش رو انتخاب کردن. مسیر حق و حقیقتی رو که رسول گرامی اسلام به اونها نشان داده بود رو رها کردن، رفتن به سمت مسیر باطل، رفتند به سمت دوزخ، رفتند به سمت عذاب الهی. خداوند علی اعلی در قرآن خودش این مطلب رو بیان میکنه، خطاب به تمام اون کسانی که مسلمان هستند، مؤمن هستند، ایمان به خدا و پیغمبر دارن، میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. چیزی رو که رسول گرامی اسلام پیغمبر خدا به شما دستور میده اون رو اتخاذ بکنید، طبق دستور پیغمبر عمل بکنید. این دستور خداوند علی اعلی است در قرآن خودش. این دستور رو مردم متاسفانه زیر پا گذاشتن، نگذاشتن ثمرات کارها
و او زحماتی که وجود مقدس رسول گرامی اسلام کشید این ثمرات تو جامعه خودش رو نشان بده. چه کار کردن؟ مخالف با فرمایشات رسول گرامی اسلام. خداوند علی اعلی در قرآن خودش می فرماید ای پیغمبر به این مردم بگو، به اینهایی که مسلمان هستند بگو، من برای تمام این زحماتی که کشیدم، برای تمام این خون دلهایی که خوردم، برای تمام این سنگهایی که به من زده شد، برای تمام این جسارتهایی که به من شد، ولی در عوضش اومدم شما رو هدایت کردم، از اون جاهلیتی که درش بودید نجاتتون دادم، برای هیچ کدوم از اینها مزدی از شما نمیخوام، هیچ اجر و مزدی از شما نمیخوام الا المودت فی القربا، فقط محبت به ذوی القربا ازتون میخوام. آیا اینها فرمایشات رسول گرامی اسلام هست یا نیست؟ آیا وجود مقدس رسول گرامی اسلام طبق آیه قرآن این مطلب رو برای مردم بیان فرمودن یا نفرمودن؟ مطمئنن وجود مقدس رسول گرامی اسلام بارها بیان کردن که مودت و محبت نسبت به اهل بیت من داشته باشید، و خودشون هم محبت داشتن نسبت به اهل بیت خودشون. برای احد و ناسی رسول گرامی اسلام این عمل رو انجام نمیداد، اما هر باری دخترشون فاطمه زهرا وارد میشد، رسول گرامی اسلام از جا بلند میشد، به استقبال دخترشان میومد. اول شخصیت عالم وجود رسول گرامی اسلام که به خاطر وجود مقدس رسول الله هست که تمام این کون و مکان خلق شده، خم می شدن دست دخترشون فاطمه زهرا رو می بوسیدن. چی رو می خواست برا من و تو اثبات بکنه؟ چه مطلب مهمی رو رسول گرامی اسلام با این عملش می خواست اثبات بکنه و به تمام مردم بفهمانه، هم اونهایی که در زمان پیغمبر زندگی می کردن و هم اونهایی که بعد از رسول گرامی اسلام می اومدن و این حرف ها رو می شنیدن، برای تمام بشر و بشریت، برای تمام جامعه اسلام، رسول گرامی اسلام این مطلب رو اثبات می‌کرد که احترام دختر من فاطمه زهرا بر تک تک شما واجبه. محبت و مودت نسبت به فاطمه زهرا و ذوی القربای پیغمبر و اهل بیت پیغمبر بر تک تک شما واجب هست. باید محبت داشته باشی، باید مودت داشته باشی. دستور خداوند علی اعلی همینه، خواسته وجود مقدس رسول گرامی اسلام همینه. اما شما ببینید بعد از شهادت پیغمبر چه اتفاقی میفته. ببینید تاریخ نویسان از تمام فرق مسلمین، نه فقط شیعیان، برید نگاه کنید ببینید چه اتفاقی افتاد. رسول اللهی که بارها مسئله خلافت و وصایت و امامت امیرالمؤمنین رو معرفی کرده، هنوز آب غسل پیغمبر خشک نشده بود، به فرموده وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه، هنوز وجود مقدس پیغمبر دفن نشده بود. یه عده‌ای رفتن در سقیفه بنی ساعده دور هم جمع شدن، برای چی؟ برای اینی که بعد از پیغمبر مسئله خلافت به کی برسه. یاللعجب، مگر تک تک اونهایی که تو سقیفه بنی ساعده بودن همه اونها در قدیر حاضر نبودن؟ مگر همونها نبودن به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام تبریک گفتن بخن بخن لک یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه؟ مگر تبریک نگفتن؟ پس چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود که اون نفاق درونی خودشون رو اظهار کردن، تمام فرمایشات پیغمبر رو زیر سوال گذاشتن. حالا شما ثمره رو ببینید، حالا این مسئله خودش رو نشان میده که وجود مقدس امیرالمؤمنین وقتی خانه نشین میشه،
فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی مورد جسارت قرار میگیره، سیلی به صورت حضرتش میزنن، تازیانه بر وجود مقدس فاطمه زهرا میزنن. وقتی فرزندشون آقا محسن ابن علی علیه السلام به شهادت میرسه، ثمره این کار باعث میشه شکافی در بدنه اسلام ایجاد بشه و این شکاف حق رو از باطل جدا میکنه. برای همین هست که این ایام خیلی اهمیت داره. چرا؟ چون این ایام تمام بشر و بشریت باید عزادار غصب خلافت امیر مؤمنان باشن. غصب خلافتی که یک مسئله ساده نیست. این غصب خلافت امیر مؤمنان بود که یک عده‌ای به طمع غصب خلافت آمدن خانه امیر المؤمنین رو با آتش بکشن، به طمع غصب خلافت و قدرت آمدن فاطمه زهرا سلام الله علیها را مورد ضرب و شتم قرار دادن و اولین شهید در راه وجود مقدس امیر المؤمنین و به خاطر غصب خلافت امیر المؤمنین وجود مقدس آقا محسن ابن علی علیه السلام. برای همین هست که شما نگاه بکنید کامل و زیارات رو روایت نقل میکنه، اولین محاکمه‌ای که در روز قیامت اتفاق می‌افته، اولین دادگاه عدل و الهی که در روز قیامت اتفاق می‌افته، داستان محاکمه قاتل وجود مقدس محسن ابن علی علیه السلام. این واقعه رو نقل بکنیم بفهمیم عزای وجود مقدس امیر المؤمنین، عزای وجود مقدس فاطمه زهرا و عزای محسن ابن علی علیه السلام رو گرامی بداریم. چرا؟ چون این ایام وقتی تمام این مصیبت ها وارد میشه برای اهل بیت، علتش این هست که آمدن غصب خلافت از امیر المؤمنین کردن، حق امیر المؤمنین رو غصب کردن و برای همین بود که تمام او جسارت ها رو انجام داده. جسارت ها رو بسیار بسیار سنگین و جگر انسان رو آتش میزنه اون مصیباتی که بر وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شد. جگر انسان رو آتش میزنه اون مصیباتی که بر وجود مقدس حضرت محسن ابن علی علیه السلام وارد میشه. دلامون رو روانه کنیم در به خانه وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه عرض ارادتی بکنیم، عرضه بداریم بی بی جان ما اون مصیبات رو فراموش نمی کنیم، ما اون غمها و مصیبتهایی که بر شما وارد شد، بر دل امیر المؤمنین وارد شد رو هیچگاه فراموش نمی کنیم، ما شهادت وجود مقدس محسن ابن علی رو فراموش نمی کنیم تا او روزی که وجود مقدس امام زمان مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرج و شریف بیان و انتقام او مصیبات رو بگیره. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، ساعت بعد از داغ پیغمبر شروع شد، با رفتنش صد قصه دیگر شروع شد، دلشوره هایش یک به یک معنا گرفت و از آنچه می ترسید پیغمبر شروع شد، در وقت دفن مصطفی تنها علی بود، ایام سخت غربت حیدر شروع شد، گفتن با هم در سقیفه بی حیاها
وقت تلافی کردن خیبر شروع شد. آن سینه‌ای که مخزن سر خدا بود، کم کم سر و کارش به آن مسمار افتاد. با ضربه ای در را در آورد از جا، گویا به روی مادری بیمار افتاد. نانجیب تو نامه ای که برا معاویه نوشته، این گونه داستان رو تعریف کردای معاویه، جات خالی بود مدینه، در خانه امیر المؤمنین رو به آتش کشیدم. یه لحظه ای فهمیدم فاطمه پشت دره، یا صاحب الزمان منو ببخش آقا جان. میگه تمام اون عقده ها و کینه هایی که از امیر المؤمنین به دل داشتم همه رو جمع کردم، با یک لگد حواله در به خانه، به خدا صدای شکستن استخوان‌های سینه رو شنیدم. یا صاحب الزمان آجرک الله یا بقیت الله، ای کاش فدک این همه اسرار نداشت، ای کاش مدینه در و دیوار نداشت. فریاد دل محسن زهرا این بود، ای کاش که در به خانه مسمار نداشت. برا فرج امام زمان دعا کنید، برا تسلای دل داغ دیده ی حضرت جمع با هم چند مرتبه. اللهم عجل لولی کل فرج، اللهم عجل لولی کل فرج، اللهم عجل لوليك الفرج. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنور، ولا جعله لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به يا رب فاطمة بحق فاطمة اشف صدر الفاطمة بظهور الحجة السلام على المهدي وعلى آبائه ايدي دخون ببار نیامد نگار ما ای دیده خون ببار نیامد نگار ما آخر سحر نگشت شب انتظار ما ای دیده خون ببا نیامد نگار ما آخر سحر نگشت شب انتظار ما یا صاحب الزمان يا ذا الكرم بغربت عشاق رحم كن كي ميرسي بداد دل بیقرار ما صاحب عزا صاحب عزای اصلی کیه جز امام زمان مولای من آقای من صاحب عزا به مجلس ما هم سری بزن رحمی نما برین جگر داغدار ما مولای من یا صاحب الزمان این روزا و شبا کجا نشستی و خیمه عزا زدی پسر فاطمه آجرک الله فی مصیبت امک الزهرا
روزه روزه مادره، روزها و شبایه که هرچی رو ما میگیم و میشنویم. آقای من شما به چشم و دیده خود میبینی، میبینی چه کردن با مادرتون، میبینید غربت امیر المؤمنین رو، غربت حضرت زهرا رو. قربون اون دل پر از خونت برم یا امام زمان. آقا جانم صاحب عزا، به مجلس ما هم سری بزن، رحمی نما بر این جگر داغدار ما، بیمار رو به قبل شدیم از فراق تو، دیگر ز اشک و گریه گذشت از کار ما. تا نیایی آقای من این دل هامون آرام نمی شود، بیمار رو به قبله شدیم از فراق تو، دیگر ز اشک و گریه گذشته است کار ما. ای کاش گریه وا کند این دیده را، بنگرم در مجلس عزا تو نشستی کنار من. میدونم یقین دارم میای مخصوصا جایی که روزه به نام مادرتون باشه. آقای من مگه میشه فرزند تو روزه مادر نیا؟ ای کاش گریه این چشمان گناهکار ما رو پاک کنه، جمال نورانیتون رو ببینیم پسر فاطمه. ای کاش گریه وا کند این دید را، بنگرم در مجلس عزا تو نشستی کنار من. یه خواهش ازت دارم آقا جانم، یا صاحب البکا، ای صاحب گریه و اشک، سبوعی حواله کن. یا صاحب البکا، سبوعی حواله کن. خشکانده از گناه دو ابر بهار ما، سوگن بر نوای حسین جان فاطمه، باشد گدای حرمت اعتبار ما. خیمه زدی، خیمه زدی به چادر خاکی مادرم، یا فاطمه تو زهرا. کدوم چادر خاکی؟ همون چادری که توی این روزا و شبا تو کوچه ها خاکی شد، پشت در خونه خاکی شد. بمیرم براتون مادر یا زهرا، با اجازه امام زمان، به نیت فرجشون چند قطره اشکی بریزی. تموم روزه هایی که تو فاطمیه خونده میشه توی این روزا و شبای اول ماه ربیع الاول اتفاق افتاده، مثل همین روزا و شبا بود. یه وقت مردم دیدن چی دنبال حیدر میدوید، از سینش خون میچکید،
کجا داشتن می بردن امیر المؤمنین را، تا زهراش رسید دم مسجد، دید بالا سر مولا شمشیر گرفتن، میخوان به زور ازش بیعت بگیرن. گفت یا علی مو رها کنی یا میرم کنار قبر بابام رسول الله، همه تونو نفرین میکنم. تا بیبین حرف و زن، دیدن ستونای مسجد بلرز در آمد. مولا صدا زد برید بگید زهرام نفرین نکنه، اگر این کار انجام بشه احدی از اینا رو زمین باقی نخواهد مون. یه جمله و التماس دعا، معلوم نیست تا محرم بعدی کی باشه، کی زنده کی مرده. یا زهرا مادر جا، روزا و شبای آخر همش قصه حسین تو داشتی، اینجا یه شمشیر بالا سر شوهرت گرفتن تا قد نیاوردی، پس چه کشید دخترتون زینب؟ یا الله یا الله، بالای تل ایستاده، دید یه عده حسینشو محاصره کردن، نیزه دار با نیزه میزنه، شمشیر دار با شمشیر، پیر مردا با عصا، هر کی هر چی داشت میزد عزیزتو یا زهرا. اما اونایی هم که چیزی نداشتن، دامنای عربی رو پر از سنگ، با سنگ بر بدن عزیز فاطمه، یه وقتم زینب نگاه کند و ببینه سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشد سر برادر زینب. یا رب الحسین، به حق الحسین، عشق صدر الحسین، به ظهور الحجه. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی از بلا كشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا، كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي، فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني. الساعة 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 الساعة.
محمد